هربال مدیسین، ادابری داره کاردیو واسکولار پروتکتیو هستیم. رسیدیم به صفحه سی، دتوکسیفیکیشن اند تونینگ آف متابولیسم. چنجین این پود اون وقت باعث اینداکشن میشه، در نتیجه چنجین آوتپود اتفاق میفته. من نمیذارم زمین، چون ما یه بچه اینجا داریم، یه بچه دیگه اینجا داریم و اینا مدن داله مامانشون خوابیدن. من نمیتونم موبایل بگیرم که لایکو بسن پاشو گذاشته رو لپتاپ و نمیتونم باید لایکو چی کار کنم. من نمیدونم با ایشون چی کار باید بکنم، اصلا نمیتونم. عشق مامانه بچه، عشق مامانه بچه. خب دتوکسیفیکیشن رو معنی کردیم. حالا اندوژنوس توکسیک سابستنس ها کیان؟ یکی بیلیروبینه که به خاطر دگردیشن هم به وجود اومده، یکیش آمونیاست که از یوره آب و کرئاتینین میاد، درسته؟ توکسیک سابستنس اندوژنوس بعدی یوریک اسیده که از دی ان ای و آر ان ای ایجاد میشه، ولی خب آنتی اکسیدنت هم هست، یعنی هم اندوژنوس توکسیک سابستنس هم آنتی اکسیدنته. کی توکسیکه؟ وقتی که کریستال بشه، که آنتی اکسیدنته تو لو دوزش. فری رادیکال مثل هیدروکسی رادیکال، فری رادیکال ها و پروکسی نیتریت، اینا همه چی هن؟ اندوژنوس توکسیک هن. کلیویج پروداکت آف بایل اسید اندوژنوس توکسیک میده. پوترسین اندوژنوس توکسیکه. باکتریال متابولیزم مثلا هیدروژن سولفاید هم اندوژنوس توکسیک میده. اوکی؟ نه تو ویدئو نشون بدم فقط. نه اندوژنوس توکسیک سابستنس ها. رول آف لیور، نقش لیور چیه؟ بایو ترانسفورمیشن آف پروتئین اند بیلیروبین، هم متابولیسم اند پروداکت. گو بایو ترانسفورمیشن آف پروتئین اند بیلیروبین، متابولیسم اند پروداکت. بایو ترانسفورمیشن لیپید سلوبل مولکول، واتر سلوبل مولکولز ها توی بایل، دترجن اکسکریشن فانکشن، فور اگزمپل اچ دی ال کلسترول، بیلیروبین و اگزوجنوس سابستنس ها. قربونه تو برم جفتتون، خدا کنی صحنه فیلم داره. نشکن چجوری خوابیده؟ اومده دل اون خوابیده. قربونش بودم. نفس بگیرم چسبیدیم. خب این رول آف ریور هم بگیرم. بایو ترانسفورمیشنه و بایو ترانسفورمیشن مثلا لیپید سلوبل مولکول ها و که تبدیل بکنه لیپید سلوبل ها را به واتر سلوبل دفع بشه. نقش لیور اینه که بایل تولید کنه. حالا بایل خودش چیه؟ مگو دترجنته و اکسکریشن فانکشن داره، مثلا اچ دی ال کلسترول و همچنین بیلیروبین ترشح میشه و اگزوجنوس سابستنس ها ایجاد میشه. اون همین دیگه، نقش لیور هم که تخمیه. اما فاستینگ لابراتوری مانیتورینگ، اینکریز سدیم و واتر اکسکریشن. بگو اینکریز سدیم و واتر اکسکریشن. مایلد همو کانسنتریشن، بگو مایلد همو کانسنتریشن. اینکریز فری فتی اسید، یوریک اسید و دیکریز یوریا. بگو اینکریز فری فتی اسید، یوریک اسید اند دیکریز یوریا. acid base balance does not change و ketosis doesn't occur if fast is properly done. اگه کسی روزه باشه لابراتوری مانیتورش کنیم، سدیمش رفته بالا، خطن فشارش رو بالا، انواتر اکسکریشنش کم میشه چون که بدن بر احتیاج، هموکانسنتریشن مایل پیدا میکنه، فری فتی استش زیاد میشه چون فتی استش رو میکنه تجزیه شدن، درسته؟ یوریک استش زیاد میشه، دیکریز یوره آمیده، اسید بیس بالانسش سر جاش میمونه، تغییر نمیکنه و کتوزیز دازن آکیر. اگر فست پروپرلی باشه کتوزیز ایجاد نمیشه. دیفرن دتوکسیفاینگ کورسیز، گفته دیفرنت دتوکسیفاینگ کورسیز، کلی ناتریشنال پروگرام، ماکروبیوتیک، بوچینگر یا لوتزنر فست.
وای کورس، مایر کورس، شورتس کورس، برئوس کورس، ای رولا کورس و گرسون تراپیه. پس هر جا اسم کورس تو تست اومد یعنی دیفرنت دتوکسیفاینگ کورس، روش های مختلف سمزدائی. ده نوروالک پرس جویسر، یاد ده نوروالکا گفت های پرشر $3,000 پولشه بیاته خواهی دیگه گفتی فیران گیرمونم یه تون برد وارد میکنه یه تون فشم. چمپیون سنتریفیوژال پرس جویسر، ببین تو شکل این هم یه جو آب میبری بود که خیلی خالص میگرفت همه چی. Assessing cardiac function, the heart as an endocrine organ. قلب عنوان چیه یه ارگان اندوکراین. Endocrine function is hypothesized. فرضیه است. فرضیه بود سال 1950. ولی تو 1981 متوجه شدن که ANP یا atrial natriuretic peptide داره ترشح میشه. تو سال 1988 BMP یا brain natriuretic peptide هم کشف شد. And its cleavage productش که بود NT و پرو BMP هم کشف شد. تو سال 1990 CMP یعنی C type natriuretic peptide کشف شد و در سال 2004 DNP یا natriuretic peptide هم کشف شد. معلومه دی مخاطب میشه. A B C D یعنی C D و NP. اینا ناتریوریتیک فاکتور هستن که نقشه چیه قلب رو اثبات بکنن، نقشه اندوکراین قلب. سینتزیس آف ناتریوریتیک پپتید، AMP از آتریال سل ترشح میشه، BNP از برین اند سلز آف ده هارت ونتریکل، NT و پرو BNP از ان اینکتیف دگردیشن پروڈکت. اینکتیف دگردیشن پروڈکت DMP چی؟ Muscle cell of the heart atrium. سلای مایچه قلبی هم از DMP میدن، عروق قلبی و heart muscle CMP میدن، ببینی؟ heart ventricle و brain BMP میدن و atrial cell AMP. Synthesis of natriuretic peptide in the heart گفته AMP اینا AMP اینا triggering factor هم. مثلا AMP increase strain of atrial wall، گو AMP زیاد میکنه کشش atrial wallو و increase contraction of heart muscle. BMP چون از heart ventricle ترشح میشه، increase strain of heart ventricle، increase constriction یا constriction of heart muscle. High blood level in congestive heart failure وجود داره. High blood level در congestive heart failure. Biological effect of natriuretic peptide در کیدنی. اگر افزایش natriuresis میشه، natriuretic peptide باعث افزایش چی؟ natriuresis میشه. اون وقت سدیم که زیاد دفع بشه vasodilation اتفاق میفته. Heart increase relaxation میده، brain decrease میکنه water intakeشو و adrenal gland decrease میکنه aldosterone. natriuresis یعنی چیه؟ ها؟ natriuresis یعنی سدیم بره تو ادرار. diuresis یعنی خود ادرار زیاد بشه. increase permeability تو vessel به خاطر coronary dilation اتفاق میفته و salt intake کم میشه. رنین که کم بشه اندوتلین کم میشه، اون وقت آنتی فایبروتیک افکت داره تو قلب، اون وقت سیمپاتتیک اکتیویتی مغزم کم میشه و کلن بیشتر همه اینا آنتی پرولیفریتی بند. بگو آنتی پرولیفریتی. پس ناتریورزی زیاد بشه آلدوسترون کم میشه. کم میشه. خاله شکل ببین این BMP از نوع پیری پرو BMP 134 امینو اسیده با
با پروتئولایز سیگنال پپتاید میده، یا بهتر بگو سینگل پپتاید با 26 آمینو اسید و پرو بی ام پی با 108 آمینو اسید. وقت پروتئولایز میشه اکتیو بی ام پی 32 آمینو اسیده و این اکتیو انتی پرو بی ام پی 1-76% رو میده. قابله؟ اکتیو فسانه اندازه گریه بی ام پی. اکتیو بی ام پی هورمون پلاسما هالف لایف اپروکسیمیتلی 20 دقیقه و لبایله. از بی ام پی چیه؟ پلاسما هالف لایفش اپروکسیمیتلی 20 دقیقه. این ویترو استابیلیتی لبایله. فقط تو بگو ویوو جواب بده نه ویترو. لبایل نیتو من ناپایدار. این اکتیویت انتی پرو بی ام پی بی انتی پرو بی ام پی گفت غیر فعاله دیگه. خب فعاله. حالا این میاد این اکتیوش میکنه. پلاسما هالف لایف اپروکسیمیتلی 120 دقیقه و این ویترو استابیلیتی بیشتر از اون چیزی که انتظار داری، بیشتر از استیبله. اینترپریتیشن آف انتی پرو بی ام پی رولینگ اوت آف هارت فیلر نگاتیو پریدیکتیو والیو کلوز تو 100% پوزیتیو کوریلیشن ویت سیویریتی آف with severity of heart muscle and نیها از 1-4 و استیج نیها استیج پروگنوستیک مارکر وجود داره و مانیتورینگ تراپی هم تونیم انجام بدیم. خسته نباش.